زرولی یکی از کمسن‌ترین قربانی تجاوزات جنسی در افغانستان می باشد. زرولی هنوز 7 سال داشت که توسط شوهر عمش گلفزل مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. زرولی با چشمان وحشت زده و نامطمئن از زندگیش از گلفزل، شوهر عمش که سال قبل بر وی تجاوز کرد قصه می کند و از برخورد همسن و سالان و همسنوی هایش پس از این اتفاق تلخ شکایت می کند. فیلم دست نبودنه ایچ که دهانه ما بود هزار مرا هزار میده دکلچه هزار میده دهانه هم هزار میده دمختب هم به ما میگه بچه خوب نیست ما بده شما هزاره. اگر از یک سو شوهر عمش این عمل وحشیانه را در حقش انجام داد، اما از سوی دیگر عمه زرولی مسئولیتش را در قبال برادرزادش فراموش نکرده و شوهرش را به خاطر این فعل زشت به پنجه قانون سپرد. پاتیگری بود، اونجا رفتیم پس که عماتیم امی شوهر امی کارش رو کرده بود قمره بیدر زدیم. بعد از او دیگر مادرش گفت امره بیادر بچگه کم دیواتت کرده شد. بعد از او دیگر بیادرم گفت چطور کنم امشه را گفتم خیر است من امروز امره تنستاد استم. من از این شوار تیر استم مگر من از این بیادر زادم از تیر نیستم در دلی من بسیار شیرین بود بچگه کار کلان کرده بودم میره. بعد از او دیگر ای را تلبیستم کاکایشان یا مادن در گیری پولیس هرچارشان گرفتارشان. بعد از او خودش اقرار کرد که مای کار کردیم را 17 سال قید نهایی برآمدم. بسمینه عمه زرولی میگوید با اینکه سوی محکمه حکم تفریقش از گلفزل صادر شده است اما هنوز هم از زندان توسط شوهرش تهدید می شود. شوهر ما که من به دگیر پلیس دادم و قطعم قصد انداختن دیگه من طلاق گرفتم از او و یکی زندگی ما قطعش خوب نمیشه. بیادرم هم اختار میتا از اون پلیچرخی ما رو اختار میتا چندین دفعه نفرها رو پشت من انداخته دمید از سوی دیگر بیبی شیرین مادر کلان زرولی بیشتر از زندگی دخترش بسمینه تشویش آینده زرولی را دارد و میگوید که پس از حادثه تجاوز زرولی دیگر نمیتواند در بیرون از خانه آزادانه گشت و گذار کند چون مورد طعنه تحقیر و از زخم زبان همسن سالانش قرار میگیرد. ایالیم بچگک هم که از دخترم کده پشت بچگک بسیار نفر است. هم یک در کوچک میبره بچه هم میگه بیا فلانه تو کدت تو بیا کتی مام برو. پشت از این بچه پیره کده روان استم تا دانه مکتب ای بچه را میرسانم پس میارم. بچه هم تر جرات نداره بسیار عاجز بچه است. این حال دیگه ما چی بگویم از خاطر از دخترم پریشان استم از استی از بچه هم. این بچه که دیگه بسیار دشمن داره است. اگه امروز باشه سبا باش در جا که بکشش این بچه را میکشه که بسر از این مایی تو شده. شمس الله احمد زی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید این تنها زرولی نیست که با چنین سرنوشت دچار است بلکه صدها طفل دیگر نیز در کابل و دیگر ولایات کشور از این چنین مشکلات رنج میبرند. تجاوز جنسی بالای اطفال است متاسفانه. تجاوز جنسی بالای اطفال در افغانستان از چند سال به این طرف در ولایات مختلفی کشور ما مثالهایی داریم که متاسفانه اکیداد اطفال قربانی از این اعمال غیر انسانی افراد ایلگر شده که در ولایت هرات حوادث زیاد صورت گرفته در ولایت سرپل صورت گرفته در ولایت کابل صورت گرفته و در سایر ولایت ها در یعنی در اکثریت زیاد واحدهای اداری افغانستان متاسفانه تجاوز جنسی بالای اطفال صورت گرفته در قندوز در مزار شریف اطفال ذکوری که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند در قانون جزای افغانستان در ماده 429 جزای حبس متوسط پیش بینی شده یعنی حبس متوسط 7 سال ولی اگر طفل اوناس مورد تجاوز جنسی قرار میگیره خوشبختانه با انفاذ قانون جدید منع خشونت علیه زنان در مطابقت با ماده ابدی از این قانون برای فاعل از این جزای حد اعظمی جزای حبس دوام یعنی از 16 سال بیشتر جزا پیش بینی شده که عبدالمجیب و کامران دو تن از باشندگان شهر کابل این عمل زشت را تقبیح نموده و در صحبت برادیو آزادی چنین گفتند. این بسیار یک کار بسیار زشت خراب است و اعمال کسایی که کار را میکنند باید سخت‌ترین سزا باشند و باید اگر از دو کنند سخت‌ترین
این صدا نباشه باید باید چون طفلای مسئول است و در این وظیفه در قدم اول وظیفه دولت ما است که این قسم افراد اشخاص دستگیر میکنن با بسیار طول این چیزی که برای از اوها پس تقلیه میشه برای دولت با زوها دوباره زندان آزاد میشه و متاسفانه برای از اوها کلام مجازات قانونی داده نمیشه وظیفه اساسی والدین هم هست که در این باره از اطفال خود نظارت کنن و بینن کجا میرن و کجا درس خواندن میرن چه قسم میرن با وقت مکتب میرن نمیرن بیاد این وظیفه میرن. این طبیعی است که قربانیان تجاوزهای جنسی پس از حادثه تا مدت‌ها نتوانند زندگی عادی داشته باشند. با تمام کوشش و تلاش، خاطره تجاوز همیشه در ذهنشان وجود خواهد داشت. اما این مشکلات زمانی عمیق‌تر و فراموش ناشدنی می‌شود که مردم و اطرافیان همواره با کنایه و تحقیر کردن شخص قربانی در ادامه دار شدن این حادثه سهم می‌گیرند. مردم باید بپذیرند که قربانیان تجاوزهای جنسی گناهکار نیستند و باید به جای تحقیر و توهین با آنها همدردی صورت بگیرد.